فیزیوتراپی د درملنې یوه طریقه ده چې د برېښنایي جریان، میخانیکي وسایل او تمرین څخه د ناروغیو د اسکلیټي اختلالاتو، عضلاتي اختلالاتو او عصبي اختلالاتو په درملنه کې کارول کیږي. فیزیوتراپی په ټولو طبي څانګو کې مهم رول لوبوي. په همدې موخه د کابل طبي علومو پوهنتون په عالی آباد تدریسي روغتون کې د هغو ناروغانو لپاره چې فیزیوتراپۍ ته اړتیا لري د فیزیوتراپۍ څانګه جوړه کړه. د عالی آباد تدریسي روغتون فیزیوتراپیست ډاکټر فرهاد نوري وایي هره ورځ شاوخوا له 20 تر 25 نارینه او له 20 تر 25 پورې ښځینه ناروغان د بیلابیلو دردونو د درملنې لپاره دغه څانګې ته ورځي. در استرا فیزیوتراپی یکی از رشته های صحی است که تمرکز آن بالای حرکات، فعالیت های بدنی، افزایش توانمندی انسان توسط تداوی با تامینات معالجوی و مسلکی و مشورده صحی برای نیازمندان بخصوص اشخاص که دارای معلولیتند هرز میگردند. کم کردن و از بین بردن دردها، کمک به حرکات و کمک به حرکت و ناتوانی های حرکتی، پیشگیری از جراحی یا بیبودی بعد از جراحی های ارتوپدی و جراحی های حسبی. د فیزیوتراپی برخی د متخصصینو په وینا درملنه دوی برخی لري چې لومړی الکتروتراپی او دوهمه اکسرسایز تراپی ده. د دغه برخی متخصص داسې وایي بعد از تداوی های الکتروتراپی بعد از اون مراجعه میشه به وسایل های اکسرسایز تراپی. ماشینی که زیاد کاربرد داره در بخش فیزیوتراپی تینس است. تینس یا تی ان اس ترانس کانتینیوس الکتریکال نرو استیمولیشن تنبیه عصب از طریق توسط جریان برق و کاربرد از اولین کاربرد که داره به خاطر تنبیه عصب استفاده میکنه در دای حاد، در دای مزمن، جریان خون و برای اسپازم عضلات استفاده میشود. و دیگه ماشینی که زیادتر کاربرد داره التراساوند است. التراساوند به خاطر التصاقات یا چسبیدگی هایی که بعد از جراحی های ارتوپدی وجود میاد از التراساوند استفاده میشه. د یادونه ورده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د افغانستان د فیزیوتراپۍ ټولنې په مرسته او همکارۍ د دغه پوهنتون د روغتیایي تکمیل علومو پوهنځي په چوکاټ کې تدریس پیل شو چې له یوې خوا به محصلین په دې برخه کې روزل کیږي او له بلې خوا به د دغه برخې د ناروغانو درملنه کیږي.